چند روزی بود که هوای تهران بارونی بود و من همسه دوچرخه سواری داشتم. به دوستم اردو زنگ زدم و گفتم الان وقت رکاب زدن تو دریاچه حسلطان قومه. اونم دو ساعته وسایلش رو جمع جور کرد، چرخش رو بار زد و از کرج اومد دم خونم دنبال. تو این فاصله کلی نهار خوردنی درست کردم که تا شب احتیاجی به توقف نداشته باشه. همونطور که میبینید ماشین اردوز یه دونه باربنده دوچرخه بیشتر نداره. به خاطر همین چرخ جلوی دوچرخه منو باز کردیم و اونو گذاشتیم سر میره عقب و راهی شدیم. بریم ببینیم به کجا میرسیم. تو جاده بارون میومد و ابرای سیاه همه آسمون رو پوشونده بودن. هواشناسی و قومو از قبل چک کرده بودم، زده بود ابری با وزش بار، ولی ما خیلی مطمئن نبودیم که چی در انتظارم. یک ساعت که تو جاده پیش رفتیم آسمون باز شد، ابرای سیاه رفتن و اما یه باند تندی میوزید که میترسیدیم دوچرخه رو از روی سقف ماشین پرت کنه پایین. به خاطر همین یه چند باری وایسادیم و چکش کردیم. از اتوبان تهران قم وارد یه فرعی خاکی شد تا نزدیکی معدن های نمکی در چند با ماشین رفتیم، اما جلوی جاده منتهی به معدن بهمون اجازه ورود ندادن. ما هم ماشین رو همونجا پارک کردیم و سوار دوچرخه‌هامون شدیم و شروع به رکاب زنی کردیم. ببینید رکاب زدن خلاف جهت باد چقدر سخته. باد مقاومت شدیدی ایجاد کرد، اما کافی بود در جهت موافقش میرفت. خودش از پشت هلت میداد و لازم نبود خیلی تلاشی کنه. من و اولدوز برای استراحت و خوردن میوه ایستاده بودیم که یه آقای موتور سواری اومد نزدیکمون و گفت دیروز با یه گروه اومدن وسط دریاچه به گشت و گذار، اما آیفون یکی از مسافرها گم شده و حالا بوق میخوره، اما هرچی میگردن پیداش نمیکنن. واقعا هم تو این دریاچه پیدا کردن یه دونه آیفون باید خیلی کار سختی باشه. خلاصه شمارهشون رو به ما دادن که اگه ما چشمون خورد بهشون زنگ بزنیم، اما متاسفانه ما تا آخر شب اونجا رکاب زدیم ولی چیزی پیدا نکردیم. دریاچه حسلطان تو ارتفاع 700 متری از سطح دریاست و نسبت به مناطق اطرافش تو پست‌ترین نقطه است. آب چند تا رودخونه بهش میرزه و در واقع این دریاچه نمک مثل یه سیفون عمل میکنه و نمک و املاحی که وارد میشه رو تو دل خودش نگه میداره. همین باعث شده با اومدن کمی بارون سطح دریاچه آینه‌ای شکل بشه و تصویر آسمون توش بیفته و همه چیز دو تا به نظر برسه. تا اینجا نرید نمیدونید وقتی از نمکی شدن حرف میزنم از چی میگم. حواسم نبود دستم به چشم خورد و نگم براتون که چقدر چشمم سوخت. غلظت نمک اینجا باور نکردنیه. در واقع همین هم هست که چند تا معدن نمک برای استخراج نمک اینجا احداث شد و سالانه فرور فرور از دل این دریاچه نمک خارج میشه و صادر میشه. ما خیلی تا غروب چیزی نداشتیم، اما به سمت شمال و کوههایی که از دور می‌دیدیم رکاب می‌زدیم و سطح دریاچه چندین بار تغییر کرد و چند تا منظره مختلف دیدیم. هرچی می‌رفتیم به انتهای دریاچه نمی‌رسیدیم. بدنمون خیس خیس بود ولی باز نمی‌تونستیم دل بکنیم. خورشید داشت غروب میکرد و ما از پای ماشین کلی راه برگشت داشتیم، پس دیگه باید دور میزدیم. خسته شد. به نظر خسته کننده نمیمونه. نه. باشه. من خیلی فرشم.
خب موزه دل من چون دوشیه موزه دل تو نگفتی خسته شدم حالی میبنم تقریبا من وسط وسط دریاچه ایم وسط وسط دریاچه ای منو وسط دریاچه هم که ساعت آفرین ببین کفش پیشیم کفش پیشیم فدایی حتی ما هم در اومده سر دمونم شده اون یه ذره توافمون تا دشمن بزن بریم نمیدونم اگه نمک توهم میاره که اولی توهم زده چه خروب قشنگی هم پشت سرم به نظرتون اینجا شبیه مریخ زحل یا عکسی که از سیارهای دیگه دیدیم نیست خیلی جالب بود این قسمتش خوب شد که همون ابتدای دریاچه رکاب نزدیم و کمی اومدیم تا وسطش تا این مناظر شگفت انگیز هم دیدیم منظره بی‌نظیر رو نگاه اولی دیدی غروبو از تاریک شدن کامل هوا و دیدن این غروب شگفت‌انگیز به پای ماشین رسیدیم. یه آقایی بود که مسئول عبور و مرور معدن بود به همون کمک کرد که دوچرخه ها رو بار بزنیم. یکم هم نگران شده بود که هوا تاریک شد و ما کجایی؟ اما ما به سلامت برگشتیم و خیلی هم بهمون خوش گذشت. و قسمت شستن دو چرخه نمکسود من تو چرخه که دیشب شسته بودم گذاشتم تا صبح خوش شد
و الان روی این جای دیواری که دیدین آویزونش کردم، اونجا مخصوص دوچرخه کوهستانمه. این بالا هم پشتم دوچرخه سفرم رو آویزون میکنه، یکم دنگ فنگ داره یکی و معمولا بر سفر میبرمش. برنامه یه روز بود تقریبا، ولی یک و نیم روز وقت تو میگیره، چون یه نصف روز شستن و رفتن داری، مخصوصا این سری که نمکی هم بود همه چی، شستن لباسا و کفش و دوچرخه رو که چند دور شستم یه خورده زمان برد، ولی الان سر حالم دیگه. خیلی خوش گذشتی روز بهمون، مرسی که همراه بودین، امیدوارم که شما هم از تماشاش لذت برده باشین. خدافظ.